انهدام پهپاد رژیم ایران توسط ناو آمریکا. خبرگزاری رویترز: خزانه‌داری آمریکا شبکه جهانی غنی‌سازی اتمی رژیم ایران را تحریم کرد. نماینده پارلمان اروپا: در مقابله با رژیم ایران غیر مؤثر هستیم. رئیس جمهور آمریکا در جریان یک دیدار در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: involving USS Boxer and Navy amphibious assault ship. The Boxer took defensive action against an Iranian drone which had closed into a very, very near distance, approximately 1,000 yards, ignoring multiple calls to stand down. ناو USS Boxer در خلیج فارس یک پهپاد رژیم ایران را که به این ناو نزدیک شده بود هدف قرار داد و نابود کرد. دونالد ترامپ گفت این یک نمونه از تازه ترین اقدامات تحریک‌آمیز رژیم ایران بوده است. خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد شبکه جهانی غنی‌سازی اتمی رژیم ایران را مورد تحریم قرار داده است. خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا علیه شبکه و مامورانی که در تدارک رسانی به بخش‌های حساس تحریم شده برنامه اتمی رژیم ایران نقش دارند دست به اقدام زده است. این بیانیه می‌افزاید افراد و موجودیت‌هایی که هدف قرار گرفتند در ایران، چین و بلژیک هستند و به عنوان شبکه تدارک رسانی برای کمپانی تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا کار می‌کنند. پنی مورداند، وزیر دفاع انگلستان، به رژیم ایران هشدار داد از میزان تنش‌ها در منطقه خلیج فارس بکاهد. وی درباره اعزام ناوشکن سوم به منطقه خلیج فارس گفت دولت مطبوعش همواره نسبت به حفاظت از منافع انگلستان در خلیج فارس و دیگر نقاط نگران بوده است. وزیر دفاع انگلستان گفت این مهم است که ما برای رژیم ایران پیام روشنی بفرستیم مبنی بر اینکه می‌خواهیم آنها از ایجاد این تنش‌ها عقب نشینی کنند. آنا الیزابتا فوتیکا، وزیر خارجه سابق لهستان، در جلسه عمومی پارلمان اروپا گفت ما در مورد رژیمی بحث کردیم که به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز ضربه جدی زده است. پیش از این می دانستیم که رژیم ایران رفتار خیلی بیرحمانه‌ای با مردم کشورش دارد. همچنین نقش منفی در منطقه ایفا می کند. حتی تروریسم به قلمرو به اتحادیه اروپا می فرستد. از 7 ژوئیه متوجه شدیم که این رژیم شروع به نقض برجام کرده است. اقدامات ما غیر مؤثر است و باید قاطع تر باشیم. مایک پومپئو در یک مصاحبه رادیویی گفت تلاش های رژیم ایران برای ممانعت از عبور کشتی های تجاری، نفتکش ها و سایر شناورها چیزی است که صریح بگویم با 40 سال تاریخچه این رژیم همخوانی دارد. وی افزود ماموریت ما یافتن یک راه دیپلماتیک رو به جلوست که رژیم ایران را از این ظرفیت محروم کند که بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان باشد و به ارتقاء برنامه موشکی از طریق اشاعه موشکی ادامه دهد. این راه حل دیپلماتیک نباید به این رژیم هیچ راهی به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای بدهد. این 3 شاخص اصلی دارد که دونالد ترامپ مشخص کرده است و ما داریم آن را به دست می آوریم. همزمان با مراسم 25 سالگرد حادثه تروریستی آمیا، آرژانتین روز پنجشنبه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار داد و منابع مالی این شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران را در آرژانتین به دلیل پولشویی و سرمایه‌گذاری بر روی تروریسم مسدود کرد. جسد آلبرتو نیسمن، دادستان سابق آرژانتین
که در سال 2015 در منزل مسکونی او پیدا شد، پس از آن بود که او اتهام لاپوشانی از سوی رئیس جمهور وقت این کشور درباره برخی مقام‌های ارشد رژیم ایران در پرونده آمیار را مطرح کرده بود. آلبرتو نیسمن دستور بازداشت شماری از مقام‌های ارشد رژیم ایران را صادر کرده و از اینترپل تقاضای جلب این افراد را کرده بود.